اینهایی که به امید قدرت زودگذر به هر کار یا هر چیزی دست میزنن که روم دقیقا به حاکمیت ایرانه که عامل اصلی اینه. یعنی اگر در زمان شاه ماها در برخورد سیاسیمون دچار خطا بودیم یا غیر خطا، عامل اساسی استبداد حاکم بود. اگر درون ایران هر برخوردی انجام داره میشه توی ایران، برخورد مسالمت و غیر مسالمت، عامل اصلیش کسی است که روزنه های مشارکت رو، روزنه های دموکراسی و تقسیم قدرت رو، روزنه های قانونمندی رو شکنده. یعنی اگه کسی از من بپرسه، از من حزب الله، از من غیر حزب الله، از من مذهبی، از من غیر مذهبی، به عنوان کسی که از کره ماه اومده توی ایران پیاده شده، بگه بزرگترین کسی که قانون ایران رو داره میشکنه کیه؟ وجدانم حاکمیت. حاکمیت رادیکال ایران برای حفظ قدرت سه تا بند کنونی قانون اساسی خود 27 و 26 و 24 27 حق تجمع غیر خشونت، 26 حق تجمع، حق داشتن احزاب و 24 حق داشتن روزنامه ها رو سلب کرده. اگر ازش بپرسی اگر من در خارج کشور یا شما در داخل کشور دانشجو یا مسن، نویسنده یا بازرگان، بخوای دولت رو، بخوای حاکمیت رو، بخوای ملت رو به تبعیت از قانون دست بزنند، برای چی اینا قانون رو میشکنند؟ پاسخ شما زندان و شکنجه نیست. این پیامی است که همواره در تاریخ ایران به خاطر این استاد بزرگ عرض میکنم، ما متاسفانه در این 500 سال گذشته بارها قربانی تسلسل خشونت بودیم و تا زمانی که این اندیشه خشونت چه در حاکمیت و چه در خیلی ماب به وجود میاد، گفتن این و پیش بردن این پدیده ضروری. و من در امروز خوشحالم که بگم، حالا در بحث آینده اون زوایاش روشن میکنیم، خوشحالم که عرض بکنم جنبش سبز ایران در تکامل افت و خیزها از زمان مشروط به ویژه تا حالا به اینجا رسیده که جنبشیست قانونمند باشه، اولا حرکتش محدودی کارش، و دوما در خدمت جامعه مدنی عدالت خواهی و حق خواهی باشه، و سوما بتونه این رو با نفی خشونت به پیش ببره. این دستاورد دستاوردی است که به نظر من ضامن بزرگ ثبات و سربلندی ایرانه. نفی همچه نیرویی یک خودکشی سیاسی برای حاکمان فقط و فقط نزدیک بینه. آقای شاکری، شما یه چیزی رو برای من روشن کنید. به نظر شما هیچ راهی برای ایران، برای نجات ایران، جز سقوط جمهوری اسلامی ایران هست؟ ببینید، من همین الان یکی از من خودم فرزند ساقط کننده 1357 هستم. در ایران کنونی ما سقوط حاکمیت کنونی دهشناک و خطرناک برای کشت و کشتار بزرگ و پاشیدگی ایرانه. من در مقطع زمانی کنونی طرفدار اصلاح تدریجی ممکن و قانونمند هستم. چرا؟ اگر این سقوط همراه با یک آلترناتیو دموکراتیک برای مردم باشه چرا دهشتناکه؟ فرمودید اگر. خب بله، سیاست با اگرهای ممکنه. سیاست فرقش با عقید من بودن اینه که مثلا من دوست دارم ما الان اگر یک نهضت جنبش دموکراتیکی در خارج از کشور بتونه پا بگیره که بین مردم در داخل ایران هم ریشه داشته باشه، اگر بره پای این که این رژیم به کلش باید بره، ما چرا باید دنبال اصلاحات باشیم؟ بذار شما سالی از من که فرمودید، اگر اجازه بدید چند ثانیه توضیح بدم که 4 تا رکن سوال داره. 1 در خارج کشور، 2 بتونه در داخل نفوذ داشته باشه، 3 امکان آلترناتیو باشه که مردم بهش اعتماد کنن، و 4 بتونه این تغییر رو به ثمر برسونه بدون اینکه جامعه منفجر بشه. چون من این 4 تا رو غیر ممکن در مقطع زمانی میبینم، به عنوان یک استراتژیست یا راهبردی و کاربردی توصیه ممکن رو میکنه. شما فکر میکنید اگر این انتخابات به اونجا میرسید که آقای موسوی می اومدن بر سر کار، درسته؟ تمام این جنبش که ما در سال 88 ناظر شاهدش هستیم از اونجایی است که یه تقلب انتخاباتی میگن اتفاق افتاد، و از اون بعد از اون ما شاهد
به اصطلاح یک حرکت عمومی مردم هستیم. جام شاکری، اگر که این اتفاق اینجور میافتاد و یا اگر ما در انتخابات بعدی همین جمهوری اسلامی، همین ولی فقیه، ما برسیم به جایی که یه آدمی یا موسوی یا شبیه موسوی بر سر کار بیاد، شما فکر میکنید این راه حل مناسبی است برای رسیدن به آزادی در ایران؟ ببینید، با احترامی که براتون دارم، تمرکزم رو فرد نمیذارم. اگر فکر کنیم مجموعه جریانی که تا حالا آقای موسوی در اطلاعیه گوناگون به ویژه اطلاعیه شماره 17 اش عرضه کرده، برنامه‌ی قانونمند بودن، حقوق مدنی شناختن، انتخابات آزاد داشتن و انتخابات سالم داشتن، اگر این رو در جامعه ایرانی پیش بریم، از اونجایی که جامعه ایران جامعه‌ای تحصیل کرده است و 82 درصد تحصیل کرده داره، برخلاف 1357 اون زمان ما 30 خورده‌ای درصد داشتیم، و دوم جامعه ای است که اینترنتیه، تماسش بالاست، و سوم اینکه این جامعه ای است که از نظر اقتصادی طبقه متوسط نیست ولی از نظر نالج و معنوی طبقه متوسطه، و چهارم اینکه نتیجه گیری که کرده، جامعه ایران ما طرفدار خشونت و تغییرات مکروبری و ضرب العجلی و براندازی و به هیچ جا نرسیدن نیست. از این جهت فکر میکنم تغییرات تدریجی ممکن تو میتونی جلوتو ببینی، سود و زیاناتو محاسبه کنی. عرض کردم بهتون، من به عنوان یک استراتژیست پیشنهاد کننده راهبردی و کاربردی امکانات زندگی رو میسنجم. در این امکانات کنونی جامعه ایران بیشتر از قانونمند حرکت کردند، بزرگترین کسانی که اسلحه و امکانات بیشتر قانون شکنی دارن خود حاکمان هستند. شما اگر پدیده خارج از قانون این اساسی برید، خود اونها بهتر از همه قادر هستن اون قانون رو بشکنن. شما در یک نسبیتی قرار گرفتید که میگید این نسبیت رو ولش بکنیم، حالا که نمیتونیم هیچ کاری بکنیم بیاییم خواستهای گنده ای رو مطرح بکنیم. به نظر من در مسئله سیاسی، دوباره تکرار میکنم، نه عقیدتی، در امکان کنونی جامعه به عنوان یک انسان پراگماتیست، به عنوان کسی که حرکت و عمل رو و حرف و سخنش رو نتیجهش رو نگاه میکنه، روی سخنم اینه که آینده ایران قانونمند بودند، انتخابات سالم داشتند، داشتن انتخابات آزاد داشتند، مشارکت مردم در خدمت جامعه مدنی و دموکراتیک، و راهش جز اصلاح تدریجی ممکن غیر میسره. بهترین دلیلش هم بهتون بگم، همین الان ایران، اگر شما یک توجه کنید، به خاطر اینکه کاوشگر بسیار عمیقی هست که واقعا هم افتخار دارم که باهاتون این گفتمان رو دارم، خیلی مایه خوشحالیمه. شما اگر تفحص کرده باشید در این چند ساله، خطر اصلی رو اقتدارگرایان تند رو کیا رو میدونند؟ کسایی که شعار تندتر و خواستای بالاتر و مثلا بد و بیرای بیشتری میگن، یا بیشتر خطرشون از کسانی است که سخنی دارن که عرضه کننده امکانات در جامعه است. ما بیشتر از 45 ثانیه وقت نداریم، بفرمایید. بعدش دیگه برنامه تموم میشه. اوکی. من در پایان عرض کنم که ما قرار بود اگر بتونیم در مورد مسئله خاورمیانه و صلح و اینا هم صحبت کنیم که نکردیم، ولی یه جلسه دیگه رو ولی امروز با کمال خوشحالی عرض کنم که من علارغم این که بعضی ها در 22 بهمن ضربه‌ای که وارد شده نگرانند، به نظر من در 22 بهمن انتظار داشتن بالا پدیده ای بود که باعث دلسردی بعضی ها شده بود. جنبش اجتماعی ایران به خاطر باسواد بودن 82 درصد مردم، به خاطر وجود اکثریت زنان در دانشگاه ها، به خاطر رشد مسئله پروژه اقتصادی ایران، به خاطر کشور 70 میلیونی که رابطه بزرگی در خاورمیانه و جهان داره، نظامی رو که بخواد همه چیزو با سرکوب تموم بکنه بهش پاسخگو نمیبینه، و جنبش سبزی که آرمانش گذاشته جامعه مدنی، آزادی و عدالت خواهی، و این رو میخواد قدم به قدم و قانونمند و با نفی خشونت جلو ببره، به نظر من با تاریخ ایران جلو میره و من بسیار بهش خوشبینم و آینده رو از یک آینده ایران باثبات و ایران قوی و همراه با دموکراسی و حقوق انسانی و مدنی میبینم، و طوری باشه که ما همه ایرونی‌ها وقتی میریم ایرون احساس بکنیم وطنمون رفتیم
به مام میهن رفتیم و مام میهن با فرزندانش سپاسگزارم از شرکت شما در برنامه. به امید گفتگوهای آینده و دقیقتری در مورد مسائل مختلف. ما دو ایرانی هستیم و من فکر میکنم که زمان پخته شده است برای سقوط جمهوری اسلامی ایران و نباید به هیچ مصالحه‌ای تن در داد. این معنیش این نیست که مملکت رو به تجزیه بکشونیم. راه‌های عاقلانه‌ای وجود داره. فرصت نشد در مورد نقش ایرانیان خارج از کشور در حرکت بزرگ مردم ایران با هم صحبت بکنیم. این گفتگوها رو ادامه خواهیم.